دنیای ارز دیجیتال همینجوریش پیچیده است، یعنی فقط کافیه یه روز این دنیا رو دنبال کنید، یهو بیت کوین میکشه پایین، اتریوم میره بالا، دوج کوین میاد میره، ایلان ماسک یه حرفی میزنه یه چیزی دکون میخوره. حالا این وسط یه چیزی پیدا شده به اسم NFT، یارو میاد یه گربه دیجیتال رو میفروشه چند میلیون دلار. NFT چیه؟ تو این ویدیو بهتون توضیح میدم. سلام، من کوروشم و توی دیجیتک امروز میخوام برم سراغ یه مسئله‌ای به اسم NFT. هر طرف رو نگاه میکنی، اینور نگاه میکنی یکی یه NFT فروخته، اونور نگاه میکنی یکی یه NFT خریده، هیچکس آلبومش رو NFT کرده. استاد دیجیتک NFT کنه، استاد ولکنی الان مارم NFT میکنه، یا بیت کوین به دست باشه، بیت کوین به دست آماده است. خلاصه این NFT خیلی چیز عجیبیه واسه خیلی ها، جدیده، اصلا نشیدن تا حالا. وظیفه من توی دیجیتک اینه که بیام واسه شما NFT رو توضیح بدم، اصلا چیه، چه جوری بخریم، کی باید بخره، کجا بخریم و کجا بفروشیم و این داستانا. خلاصه که اینجوریه، با من همراه باشین. بیاین از پایه ترین داستان NFT شروع کنیم. NFT اصلا NFT مخفف چیه؟ مخفف نان فانجبل توکنه، یعنی رمز غیر قابل معاوضه. حالا رمز غیر قابل معاوضه یعنی چی؟ مثلا شما بیت کوین دارید، بیت کوین قابل معاوضه است، یعنی شما یک بیت کوین میدی ترید میکنی، یه بیت کوین دیگه عیناً با همون مشخصات، با همون قیمت، با همون ارزش میگیری. این میشه معاوضه یا فانجبل. حالا نان فانجبل یا غیر معاوضه یعنی چی؟ غیر قابل معاوضه یعنی شما مثلا مالکیت معنوی یه چیز دیجیتال داری، مثلا توییت اول جک دورزی، دیگه نمیتونی اینو با عین خودش عوض کنی، یعنی اگر اینو بفروشی دیگه رفت. یه چیزی مثل چه میدونم، یه چیز با ارزش، مثلا شما ساعت پدر بزرگت به ارث رسیده واسات، اینو میخوای مثلا عوض کنی با یه ساعت دیگه، شما دیگه ساعت پدر بزرگت رو نداری، بلکه یه ساعت جدید داری. پس NFT میشه یک ارز یا یک اثر هنری یا یک اثر موسیقی، هر چیز دیجیتالی که یک دونه ازش هست و فقط هم شما داری و اگر اونو به هر دلیلی بفروشی دیگه مثل اون گیر شما نمیاد. حالا NFT اصلا چطوری کار میکنن؟ کجا کار میکنن؟ تکنیکالی و خیلی فنی اگر بخوایم بهشون نگاه کنیم، NFT رو شبکه بلاکچین فعالیت میکنن. منتها یه سری داده و اطلاعات بیشتری در خودشون ذخیره میکنن که اونا رو تبدیل میکنه به NFT، یعنی یه جورایی شبیه مثلا کوین اتریومه، ولی یه سری داده اضافه تر داره که از یه کوین اتریوم متمایزش میکنه و تبدیلش میکنه به NFT. و جالب بدونید که NFT تو فرمت فعلیش روی شبکه بلاکچینی فعالیت میکنه که اتریوم هم و همون فعالیت میکنه، یعنی یه جورایی شبکه بلاکچین اتریوم میزبان NFT هایی که الان توی جهان داره رد و بدل میشه. اینا بیت کوین نمیشه خرید و فروش فعلا نه، ولی یه سری رمز ارزا به صورت دوباره فنی، هر شبکه بلاکچینی میخواد مال بیت کوین باشه، میخواد مال هر شبکه هر کوین دیگه ای باشه، کلا هر رمز کریپتوکارنسی دیگه ای باشه، میتونه به نحوی NFT خودش رو پیاده سازی بکنه. اما فعلا این NFT که همه عالم دیوانه اوست روی شبکه بلاکچین اتریوم قرار داره. با دلار هم نمیشه خرید، با هر ارزی بخوای. استاد یه دقیقه صبر کن، جلوتر توضیح میدم همه اینا رو. حالا به زبون ساده از ما میپرسین کوروش اصلا NFT چیه؟ خیلی ساده من بگو NFT چیه. دوباره به صورت فنی NFT هر چیز دیجیتالی میتونه باشه، حتی یه گیف، یعنی الان استاد از من یه دونه گیف درست کنه، یا از من یه عکس بگیره، یا یه دونه موسیقی راجع به من بنوازه، فیلم بگیره، از همین دیجیتک، همین ویدیوی دیجیتکی که الان ما داریم میتونه یک NFT باشه و اینو مثلا بفروشی به یک شخص جدیدی و از این بعد صاحب این ویدیو به صورت معنوی و دیجیتالیش اون شخص جدید میشه دیگه، یعنی صاحبش من نیستم. پس هر چیزی میتونه NFT باشه تا زمانی که دیجیتالی باشه. مثلا یه مثال واسه تون بزنم که اصلا دود از کلتون بلند شه. جک دورزی دیگه معرف حضور همتون هست، بنیانگذار توییتر، اومد اولین توییت خودش، یعنی اولین توییت، یه توییت خیلی جالبی داره، حالا میذاریم نشونتون بدیم توییت چجوریه، اونو فروخت 3 میلیون دلار. حالا به هر شخصی که فروخته، الان اون شخص 3 میلیون دلار پول داده، اولین توییت جک دورزی رو برای خودش کرده. چه فایده ای داره؟ نمیدونم، ولی جلوتر بهتون توضیح میدم اصلا چرا باید از این اتفاقات بیفته. خب حالا یه چیز، یه مثال دیگه هم واسه تون میزنم. اصلا NFT رو میتونید شما به عنوان یک کالکتیبل یا یک آیتمی که مثلا به عنوان کلکسیون ازش استفاده میکنید نگاه کنید، همچین چیزی. مثلا گرایمز رو احتمالا خیلیاتون با این اسم نشناسین، ولی اگه بگم زن ایلان ماسک همتون دیگه میفهمید گرایمز کیه. یه ویدیوی 50 ثانیه‌ای از یک موشن گرافیستی، یعنی موشن گرافی کرده بود، 50 ثانیه بود، اینو
فروخته 390,000 دلار در قالب یک NFT. یعنی خلاصه الان این مثلا دارم واسه تو میزنم که ببینید چه چیزایی توی این دنیا داره به عنوان NFT رد و بدل میشه. عموماً یا موسیقی هن یا هنر. یعنی عمده کاربرد NFT اینه که شما ارزش هنر خودتو که مثلا توی بازار کف مثلا تو تجریش بری بساط پهن کنی شاید کسی نخره ازت، ولی همونو بیای در قالب NFT بفروشی به یکی ممکنه مثلا مثل همین ویدیوی خانم گرایمز تا 400,000 دلار واسش پول بدن. ارزش میده به یک محتوای دیجیتالی. پس چه بلایی سر محتوای فیزیکیش میاد الان بهتون میگم. حالا اصلا قبل از اینکه محتوای این بلایی که سر جنس فیزیکیش میاد، یه سوال اینجا واسه خود استاد مطرح شد که الان من به شما میگم. استاد از من پرسید که خب اگر مثلا من یک عکس دیجیتال دارم و اینو در قالب یه NFT میفروشم، خب بقیه نمیتونن دانلودش کنن؟ چرا بقیه میتونن دانلود؟ هر کسی که اون عکس رو شما تو براوزر باز کن روش رایت کلیک کن مثلا دانلود ایمیج از جی پی شما اون عکس رو داری، خب پس اون یارو دیوونه بود رفت مثلا 2,000,000 دلار پول داد یه عکس رو خرید. NFT اصولا به شما یک سری حقوقی میده که شما صرفا با دانلود اون عکس اون حقوقو به دست نمیارید. مثلا شما میتونید هر جایی که میخواید از اون عکس استفاده کنید بدون اینکه قانون کپی رایت شامل حال شما بشه. چرا؟ چون شما مالک معنوی اون مثلا عکس هستید، یعنی صاحب اثر دیگه مالک اون نیست، شما صاحب اون عکسی. میتونید عکس پروفایلتون بذارید، میتونید بزنید به دیوار، میتونید تو در دیوار بیلبوردش کنید، بزنید تو همت، میتونید نمیدونم هر بلایی بخواید سرش میتونید بیارید. فقط این وسط یه سری قوانینی وجود داره که صاحب یعنی خالق اثر و کسی که این NFT رو ازش خریده با هم یه زد و بندی میکنن که مثلا اگر تو این NFT رو فروختی یه درصدی به من برسه بعدش، یا من همچنان بتونم مثلا اینو در قالب فیزیکی بفروشم. مثلا آلبوم آرت میزنه استادی موسیقی نوازیده توپ خفنی عکس مشتی ازش گرفته پاییز مثلا ولیعصر به سمت تجریشه، اینو میاد NFT میکنه میفروشه. بعد با اون کسی که NFT رو ازش خریده میگه آقا من اینو حالا بندازم رو CDI آلبوم خودم بفروشم، یارم میگه اوکی بنداز رو CDI آلبومت بفروش. یعنی یه جورایی با یارو زد و بند کرده که همچنان از اون اثر خودش استفاده کنه، اما مالکیت اثرش دیگه با خود استاد نیست، با اون کسی که NFT یعنی اون آلبوم آرتش رو به عنوان NFT ازش خریده. واسه اینکه این بخش NFT رو این بخشش رو یه جمع و جور خلاصه بکنم که خیلی هم پیچیده نشه، ما کلا 3 تا سناریوی استفاده از NFT داریم. یا شما یک هنرمندی که میخوای یه اثری داری که هیچ جا دیگه طالب نداره، میخوای در قالب NFT و اثر دیجیتالیشو به عنوان یه NFT بفروشی. پس شما یک هنرمندی که یک NFT رو داری میفروشی. حالت دوم اینه که شما NFT رو میخری و جمع‌آوریش می‌کنی، کلکسیونی به قضیه نگاه می‌کنی. مثلا مثل اینه که آلبوم آرت این آقا رو خریدی، آلبوم آرت اون بابا رو خریدی، از این خریدی 60 آلبوم آرت ناب مشت داری. حالا اینا رو بعداً با امید این که اینا در آینده ارزششون بیشتر شه یا نگه می‌داری یا بعداً می‌فروشی. یارت دیگه هم هست که خب شما چی بود؟ الان بهتون میگم. حالا تا آخرش اینه که خب تو همینجوری عادت پول اضافه دارین می‌خرین همینجوری. مثلا نمی‌دونم آلبوم آرت اینو می‌خرین، عکس من به عنوان مثلا یه عکس اینجوری می‌گیرم اونو دوست داری داشته باشی به عنوان NFT من می‌فروشم بهت، یا همینجوری کلاً می‌خری دیگه تو بازار به عنوان خریدار NFT شناخته می‌شی، هر چی حال کنی مثلا یه دونه زنبیل می‌گیری دستت به جای اینکه بری بازار تجریش خرید کنی، میری توی یه دونه از این وبسایت‌هایی که جلوتر بهتون میگم همینجوری اینو می‌خری اینو می‌گیری، همه چیزو در قالب NFT می‌خری و مالک معنوی یه سری اثر یا عکس یا ویدیوی دیجیتال هستی. هر کاری هم بخوای باهاش میتونی بکنی، پروفایلت میتونی بذاری، نمیدونم استیکر تلگرامش هم میتونی بکنی، کلا دیگه هر بلایی سر اون اثر بخوای بیاری هیچکس هیچی به شما نمیتونه. هر کی چیزی رو پشت دست بزن تو درش بگو من NFT رو خریدم، مالک معنوی اثرم و هر کاری بخوام میکنم. خب حالا یه سوال دیگه هم اینجا مطرح کنم و ببندم و بریم سراغ بقیه داستانا. الان با خودتون میپرسید پس از هر NFT یه دونه هست؟ به صورت فنی و خیلی خلاصه تکنیکال بخوام بهتون بگم آره، هر NFT یک تایه، یعنی نمونه مشابه نداره. اون تا مثلا همونطور که از یک نقاشی ونگوک یه دونه وجود داره، ممکن از یک NFT چند تا وجود داشته باشه. مثلا چه میدونم شما یه ست 50 تایی از آلبوم آرت استاد داشته باشی، ولی هر کدومش یه دونه است ولی 50 تا از این وجود داره.
اونی که شما داری یکتاه، ولی 50 مدل دیگه داره که مالکیت معنوی اینا متفاوته. خب الان برمیگردیم سراغ اون قسمت فیزیکی. مثلا استاد، همون مثالی که واسهتون زدم اینجا هم صادقه، استاد عکس یه منظره از برج میلاد میگیره به عنوان NFT میفروشه، اما اون عکسی که چاپ میکنه که اون که دیگه NFT نیست، اونو میتونه هر جایی که میخواد خودش استفاده کنه، همچنان مالک معنوی عکس فیزیکی اونه. یه ذره پیچیده است، اصلا واسه همین NFT انقدر گنگ و سردرگم شده. یه ذره هنوز یه سری چیزاش مشخص نیست که مثلا چه بلایی سر فیزیک جنس فیزیکیش میاد، نمیدونم اون چیکار کنه. اینجوریه خلاصه، یعنی همچین مشخص نیست داستان چیه، ولی جنس فیزیکی که به عنوان NFT فروخته شده همچنان مالکیت معنویش مال خالق اثر یا صاحب اولیش بوده. حالا سوال بعدی، آیا میتونیم جنس فیزیکی رو NFT کنیم؟ یعنی مثلا من این لیوان بتمنم که خیلی هم دوستش دارم بیام به عنوان NFT بفروشم به استاد؟ آفرین، تا الان استاد خیلی خوب متوجه شده من چی گفتم، عکسشو میتونم بفروشم، ولی یه سری تلاشهایی شده که مثلا شما بتونی یه چیز فیزیکی رو در قالب NFT بفروشی به یکی. ولی مثلا نایکی یه همچین کاری کرده، یه سری از کفشاشو به عنوان کریپتو کیکر، مخفف اسنیکرز و رمزارز و اینا، سعی کرد یه حالتی درست کنه که بتونه اصل بودن هر کتونی که میفروشه رو مثلا با شبکه NFT ادغام کنه و تشخیص بده و اینا، هنوز جواب درستی نگرفته ازش. خلاصه تلاشای بوده که یه چیز فیزیکی رو در قالب NFT بفروشیم به یکی یا بخریم از کسی، ولی راه حل درست یا نمونه درستیش هنوز مشاهده نشده. حالا سوالی که استاد خیلی عجله داشت بپرسه اینه که ما با چه ارزی میتونیم NFT رو بخریم؟ این دیگه بسته به فروشنده داره. مثلا فروشنده میگه من مثلا عکس یه عکسی گرفته، این عکس رو میخوام در قبالش اینقدر اتریوم بگیرم یا اینقدر دلار پول بگیرم یا اصلا چه میدونم ریال دلار زیمبابوه بگیرم، اصلا به تومن میخوام پول بگیرم. خلاصه که دست خود شماست دیگه، هر جوری بخواید میتونید از خریدار NFT، این چیزی که شما در NFT میفروشین، پول بگیرین. حالا سوال بعدی اینه که میشه NFT ها رو دزدید؟ باز دوباره برمیگرده بحث فنی بلاکچین. از اونجایی که توی شبکه بلاکچین هر ترانزکشن یا هر تبادل اطلاعات مالی چیزی که وجود داشته باشه ثبت میشه، اصولا دزدیدن NFT کار سختی. یعنی شما نمیتونی سوسکی مثلا یه چیزی رو تو شبکه بلاکچین رد و بدل کنی، هیچ کس هم نفهمه، همه میفهمن. یعنی یه اتفاقی بیفته تمام افراد متوجه میشن. این دیگه بحثش برمیگرده به بلاکچین چی و فلان اینا، که اون یه ویدیوی اصلا یه مجموعه ویدیوهای عظیمی می طلبه. یه مقوله جدید، یه جدیدم نیست ولی یه مقوله بزرگیه که توی این ویدیو نمی گنجه. اگه خلاصه خواستین راجع به بلاکچین و کریپتوکارنسی و بیت کوین چرا میره و دوج کوین بخریم نخریم اینا بدونید، اونو تو کامنت ها بنویسین ببینم چیکارش میتونم بکنم دیگه. خیلی بحث سخت و پیچیده ایه و مجموعه ویدیوها میخواد که داستانش اینه. خلاصه واسه سرتون درد نیارم، پس نمیشه به صورت فنی بلاکچین رو دزدید، چون هر اتفاقی تو شبکه بلاکچین بیفته شما میفهمی، همه هم میبینن که این به این فروخته شده، به اون فروخته شده، از این خریداری شده، از اون خریداری. این جوریه داستان، نمیتونی مثلا بری مثلا مغازه برداری در بری. حالا سوال بعدی، چه تضمینی وجود داره اصلا من این NFT که خریداری کردم 10 سال دیگه 20 سال دیگه همچنان ارزش خودش رو داشته باشه، اصلا این مقوله NFT پابرجا مونده باشه؟ این سوال خیلی مهمیه. چند تا مسئله وجود داره. ممکنه اون وبسایت هایی که NFT ازش خریداری میکنید کلا اصلا بیان پایین از بین برن، یا اون والتی که این NFT ها رو توش نگهداری میکنید کلا رمزشون یادتون بره، سرور اون بهتره که یک. خلاصه یه سری اتفاقات غیر مترقبه این وسط وجود داره. حالا یا تقصیر شماست یا تقصیر اون شبکه بلاکچین، یا مثلا اون والتی که دارین ممکنه از این والت های فیزیکی باشه، مثلا تریلیه روش رد شه، آتیش بگیره، منفجر شه، نمیدونم از این داستان اتفاق میفته دیگه. خلاصه باید حواستون باشه و اینم در نظر بگیرید که هر والتی نمیتونه NFT رو تو خودش ذخیره بکنه. چرا؟ چون NFT فعلا روی شبکه بلاکچین اتریوم فعالیت میکنه، این NFT که همه دارن ازش صحبت میکنن. پس اگر شما NFT میخواین بخرین یا میخواین بفروشین یا کلا فعالیت NFT داشته باشین، باید یک والت مخصوص NFT که عموماً و فعلا هم 100% روش شبکه بلاکچین اتریومیه بخرید یا درست کنید یا داشته باشید. یه جنبه NFT دیگه هم هست، مطمئنم سوال هیچ کدومتون نیست، اما سوال خیلی های دیگه هست، آیا NFT روی گرمایش زمین تأثیر داره؟ تکنیکالی یا به صورت فنی؟ بله تأثیر داره. چجوری؟
بالاخره شما داری مبادلاتی رو شبکه بلاکچین انجام میدی که نیازمند پردازشه، پردازش نیازمند سخت افزار، سخت افزار گرما تولید میکنه، گرمای تولید شده گاز گلخانه‌ای تولید میکنه، گاز گلخانه‌ای یخ قطبی آب میکنه، ارتفاع دریا میاد بالا، زمین میره زیر آب، میپیچه دیگه. خلاصه اگه خیلی دوست داره طبیعت هستی نرید سراغ NFT، اما اگه طبیعت واسهتون مهم نیست، مثلا آب دریا مثلا بره بالا آمستردام بره زیر آب، مثلا واسهتون مهم نیست، NFT از این کارا هم میکنه دیگه، فعالیت کنید روش. حالا این همه گفتی کوروش NFT این NFT اون، مثلا کجا بخریم NFT ها رو؟ باریکلا یه چند تا وبسایت من معرفی میکنم بهتون، ولی مسئولیتی به عهده من نیست، من فقط اینا رو دارم به شما معرفی میکنم و تو اینترنت دیدم که NFT میفروشن. یکیش اوپن سی، یکیش ریدبل، اگه اشتباه نکنم راریبل، و یکیش هم نیفتی گرویه. این سه تا سایت های معروف تبادل NFT هستن که توی جهان ملت دارن ازشون استفاده میکنن. تو دیسکریپشن میزنم ببینین، ولی بازم دارم اینجا میگم مسئولیت هر اتفاقی که تو این وبسایت ها میفته به عهده خودتون و خودتون، نه خیر منو بگیری تو این سایت رو معرفی کردی که من اصلا زیر بار این حرفا نمیرم. اینم از NFT. اینقدر NFT گفتم اصلا خسته شدم. چرا NFT؟ حالا خوبه مثلا مجبور نشم نان فانجبل توکن بگم به شما. خلاصه NFT اینه توی به صورت خیلی خلاصه و سعی کردم خیلی خودمونی و خیلی آسان فهم بهتون توضیح بدم، چون کلا این شبکه بلاکچین و اتفاقاتی که توش میفته یه چیز پیچیده‌ایه که واقعا مغز من به شخصه کشش این همه داستان نداره. امروز بلند میشی میبینی دوج کوین رفت بالا، بدبخت شدی، یه روز یه سنت میره پایین، خوشونه داستان داره دیگه. خلاصه NFT هم اینجوریه، یه سری محتوای دیجیتاله که شما با هر قیمتی میتونی اینا رو بفروشی به یه شخصی که دوست داری و بری حالشو ببری. میخواد یه دونه عکس از یه در باشه، میخواد عکس از من استاد باشه. خلاصه که قربون شما اینه داستان. اگر شما NFT خریدید یا میخواین بخرید یا فروختین یا اصلا کلا با این شبکه NFT و این داستاناش و این ور اونورش آشنایید، حتما توی کامنت ها بنویسید بقیه استفاده کنن. یو شاید یه چیزی گفتین که منم نمیدونستم و احتمالش هم خیلی زیاده، خیلی بحث پیچیده ایه. بذارین همه دوره هم NFT رو اینجا بجوییم. استاد شما سوال دیگه ای نداری؟ استاد عکسمون هم بذار لطفا، بچه‌ها دوست داشتن یه دونه سلفی هم من استاد میذاریم مرامی، یه قرن هم استادش نمیگیریم، چاپ کنید بزنید در دیوار خونتون، با دارت بزنید رو اون سوراخمون، کنید کیفش کنید، کیف چه ببریم. تا نرفتیم اینم بگم که لایک و سابسکرایب و این داستانایی که همیشه من میگم اونم فراموش نکنید. استاد ناراحت شد گفت دارت تو چش من نزنید. اوکی دارت نزنید، تا ویدیوی بعدی.